سلام علیکم، من زهرالملوکم و با یه داستان دیگه در خدمتون هستم. داستان امروز داستان غلام بچه بازیه. معاشقه با پسر بچه ها و غلام بچه بازی یکی از دردناکترین اتفاقات تاریخه، کاری که تو دربار شاهان سلسله های مختلف از ایران انجام می شد و تو زمان قاجار هم رواج زیادی داشت. ارزی که به رضا شاه هم می رسه، اما رفتار ایشون با این موضوع متفاوته. با این ویدیو با من همراه باشین تا داستان غلام بچه رو کامل متوجه بشین. شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن. از اونجا که تو بزم‌ها و عروسی‌های سلطنتی دوره قاجار مجلس زنا و مردا بیشتر جدا از هم برگزار می‌شد و بزرگان و آقایان ریسفید هم کسر شأنشون می‌شد که تو مراسم برخصن، بنابراین مسئولیت گرم کردن مجلس به عهده پسر بچه‌های جوان و نوجوان بود. اما تو بزم‌های مردونه بعد از پایان مراسم هر کدوم از این به اصطلاح بزرگان پسر بچه‌هایی که سنشون بین 10 تا 16 سال بود و انتخاب می‌کردن تا ازشون سوء استفاده جنسی کنن. همون ریش‌سفیدا و بزرگایی که رقصیدن روزش میدونستن در عوض این عمل رو با افتخار انجام میدادن. شرم آورترین و بدترین نقاط ضعف پادشاهان قاجار و بیشتر رجال بزرگ اون دوره علاقه به پسرهای زیبا و جوان بود. فتلیشای قاجار با داشتن صدها زن و همسر تو حرم سراش که بیشترشون رو به توصیه آقا محمد خان و برای زیاد کردن نسل قاجار میگرفت، دوچار همین انحراف و بیماری بود. دربار شاهان قاجار همیشه پر بوده از خدم و حشم و نوکر و کنیز. به همین خاطر کودکایی که تو دربار قاجار از نوکران و چاکران درباری متولد می شدن به غلام بچه معروف بودن و از همون دوران کودکی آماده خدمت به شاه قاجار می شدن. از بین اونا پسرهای زیباتر و خوشندامتر جدا می شدن و هر از شنگایی به خلوت شاه برده می شدن یا مورد سوء استفاده بزرگان دربار قرار می گرفتن. حتی گفته شده گاهی اوقات بزرگان بعضی از قبایل ایران هم برای نزدیکی به شاه بچه غلامهایی رو به دربار شاه پیشکش می کردن. تا جایی که دولت انگلیس هم بارها از این نقطه ضعف شاهان و بزرگان قاجار استفاده کرد و اونها با فرستادن پسرهای خوشگل و زیبا به دربار قاجار امتیازات زیادی رو از حکومت گرفتن. یکی از کسایی که انگلیسی‌ها وارد دربار فتحعلی شاه کردن میرزا ابوالقاسم بود که طبق گفته ها جوانی بود زیبا که شاه قاجار به اون علاقه مند شد و اون رو تو سن 22 سالگی برای جانشینی کردن امام جمعه قبلی که فوت کرده بود و پسری هم نداشت انتخاب کرد و این غلام بچه به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد. این جوان که از خلوت شاه به این مقام رسیده بود، در این حال متولی مسجد شاه هم بود. مدتی بعد میرزا ابوالقاسم از روحانیون با نفوذ عصر خودش میشه و بعد از اینکه امیر کبیر قدرت روحانیون رو محدود میکنه، اون جزء یکی از مخالفان اصلی امیر کبیر میشه و برای عزل اون هم اقداماتی انجام میده. زمانی که عباس میرزا درگیر جنگ با قوای روس بود، پدرش فتحعلی شاه به اون نامه‌ای می‌نویسه و اینطور میگه: فرزند جان، غلام بچه‌های ما رفته رفته بزرگ شدن و دیگر مناسب این خدمات نیستن. باید تعدادی غلام بچه خوشگل و قشنگ هر چه زودتر تدارک دیده و بفرستی. یکی دیگه از این غلام بچه‌هایی که به درجات بالا تو دربار رسید، فرخ خان غفاری بود. اون اول به عباس میرزای ولیعهد خدمت میکرد، اما به شکل دیگه‌ای فرخ خان غلام بچه ولیعهد. ولی بعد از اینکه ریشش در اومد، عباس میرزا اونو به پدرش فتحعلی شاه پیشکش کرد. گفته شده فرخ خان غفاری جوانی زیبا و خوشندام بود تا جایی که بسیاری از درباریون به اون علاقه داشتن و تو وصفش شعرایی هم سرودن. تو خاطرات یکی از درباریون درباره اون اینطور نوشته شده بود: فرخ خان که تو بارگاه فتحعلی شاه غلام بچه بود، قلیانی چاق میکرد و برای شاه میبرد که پاش به لبه قالی گیر میکنه و زغالای قلیون روی فرش نفیسی میافتن. فرخ خان بدون اینکه دست پاچه بشه فوراً سر قلیان رو از کوزه جدا میکنه و آبش رو روی زغاله ها میریزه. فتحعلی شاه که شاهد ماجرا بوده خوشش میاد و اون رو رئیس پیشخدمت‌های خلوت خودش میکنه. اون بعدها به رتبه سرهنگی هم میرسه و مدتی بعد حکمران اصفهان و بعدش هم گیلان میشه.
تو زمان محمدشاه صندوقدار شاه بود و بعد هم حاکم کاشان شد. اما تو دوره ناصرالدین شاه لقب امین الملک و بعدم امین الدوله رو گرفت و برای مذاکره با انگلیس برای تمامیت ارضی ایران به فرانسه سفر کرد. این دقیقا همون جایی بود که عهدنامه ننگین پاریس بسته شد که به موجب این قرارداد هرات از ایران جدا شد. گفته شده میرزا آقاخان نوری صدر اعظم ایران تنها یه دستورالعمل برای فرخ‌خان که مشغول مذاکره با طرفای اروپایی بود فرستاد که این طور بود: شما اختیار دارید در هر مسئله‌ای که مورد تقاضای انگلیسی هاست مقاومت کنید، مگر در یکی دو مورد که یکی سلطنت ناصرالدین شاه و دیگری صدارت من. کاخهای قاجار تو دوران ناصرالدین شاه هم میزبان بچه غلام ها و بچه رقاص های زیادی بود که معروف ترین هاشون صادق خان، تیمور و حسین بالام بودن که تو بزم ها میرخصیدن و ازشون سوء استفاده میشد. این تیمور رقاصه، پسر بچه‌ای که تو دوران قاجار بهش غلام بچه میگفتن. اینجا تیمور رقاص رو کنار سه نفر از بزرگان دربار میبینید. صورتش آرایه شده و دستش دور گردن نقی خان سرهنگ انداخته. میرزا اسدالله خان و ابوالقاسم خان هم کنار این دو نفر نشستن و دست همدیگر رو گرفتن. عکس عجیبیه که نشونه های سوء استفاده جنسی از پسر بچه یعنی تیمور رقاص رو میشه توش دید. زیر عکس نوشته شده نقی خان با تیمور معاشقه میکنه. تو دوران ناصرالدین شاه تنها کسی که علاقه ای به این کار نشون نمیداد و خیلی دنبال این غلام بچه بازی نبود خود ناصرالدین شاه بود. اما تو دوران مظفرالدین شاه اوضاع از همیشه بدتر بود. عبدالحسین خان سپه، روزنامه نگار و تاریخ نگار شناخته شده زمان قاجار، تو کتاب معروفش مرآت تو وقایع مظفری اینطور می نویسه: شاه شهوت پرست و صورت پرسته و به پسران و مردان زیبا محبت زیادی داره و در عمل لواط بی اختیاره. چنانکه میگن تو ایام ولیعهدیش تو تبریز شاگرد بنایی که تو امارتش بنایی میکرد و بر و رویی هم داشت به زور به اندرون برده. اغلب با نوکرای خوب صورت خودش اینطور بود، چنانکه یکی از نوکرای مخصوص اون بقال اغلیه که در جوانی به اون رغبت کرد و بعد اون رو پیش خدمت خودش کرد و اون مرد از تمام نوکرهاش برتری یافت. از عشق اون دیوانه بود. مظفرالدین شاه تو دوران پادشاهیش هم بارها به اطرافیان این دو جمله رو گفته بود که من سه چیز رو تو دنیا خیلی دوست دارم و سایر چیزای عالم پوچ است: خوردن، شکار کردن و جماع کردن. از این حرف مظفرالدین شاه میشه به عنوان خلاصه ای از تمام دوران قاجار یاد کرد، سلسله‌ای که بیشتر شاه‌های اون توانایی اداره کشور رو نداشتن و فقط دنبال لذت بردن از زندگی بودن. اما در نهایت بعد از به قدرت رسیدن رضا شاه، یکی از فرهنگ‌های زشت طبقه حاکم از بین رفت. در بین خدماتی که رضا شاه برای کشور ارائه کرد، یکی که شاید از نظرها پنهان موند و کمتر تو تاریخ به اون اشاره شد، برچیدن فساد غلام بچه بازی بود که بین درباریون قاجار به وفور رواج داشت. مرسی از اینکه با این ویدیو هم همراه من بودید. یادتون نره که این پست رو لایک بکنید، نظرتون رو کامنت بکنید و اگر تا به حال عضو کانال من نشدین دکمه سابسکرایب رو بزنید.